سلام چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم خوش اومدیم به جلسه چم خوش اومدین به جلسه جنجین چ... پنج بریم سراغ آموزش لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره برو بریم خب بچه این جلسه قراره در مورد یه سری ابزارهایی که مهم من برای نور پردازی اینجا صحبت بکنیم و ببینیم که چه جوری میشه یه آشنایی کلی باش داشته باشیم میگه که جلسه بعدی که من یک صحنه رو میایم با هم میگه با روش های مختلف نورپردازی پردازی میکنیم اونجا دیگه در واقع در واقع نشه باشید که مثلا این ابزار چیه اون چیه اینجا خیلی راحتتر من سعی میکنم که آموزشم کوتاه باشه که سریعتر بهتون بگم بریم بچه ها من این یه دونه پروژه خود آنریل دیگه همینجا موقعی که نیو رو میزنید روی آرکیتکچر اینجا این پروژه است میتونید ها رو فعال بکنید حالا اونایی که آرتیکس دارن میتونن فعال بکنن که استفاده بکنن موقع بالا بچه بچه‌ها معمولا طول میکشه بالا بیاد و با یکم ساب بکنید اینجا بچه‌ها خب این یه پروژه خیلی ساده است اصلا کار نداریم که چیه و در واقع حجمش اصلا کار فقط حالا با این یه کار داریم که حالا میخوام یه نکات بگم بریم بچا کلا تو آنریل انجین ما یه سری اسست اینجا داریم و یه سری ابزار اینجا داریم که توی نورپردازی میتونی کمک اون بکنه که من بهتون میگم این قسمت اینجا بچه ها که حالا اگر اینم نبود اینجا قسمت این ویندو هم میتونید بیارید یا مثلا کلا میتونید بیارید اینجا اینو بزنید به این شکل میشه اینجا هم در واقع میتونید سرچ بکنید اصلا هیچ مشکلی نداره موقع سرچ کردم که فقط مثلا یه دونه حروفو بزنید خودش اتوماتیک سرچ میکنه من این نورهایی که اینجا داریم و من پاک میکنم نکنید این خورشیدی که اینجا هست در اسکایلایتی که اینجا هست اینجا پاک کلن. اینم پایک میکنم کلا اینم کلا پایک میکنم و یه اتمسفر دور هست اینم من میزنم اینجا کلا روش نکنید روش کلیک بکنید اینجا براتون میاره ببینید یه پرینته بلو پرینت بهتون میگم که به میخوره مثلا یه سری داریم برای مثلا باز کردن در یا یه سری داریم مثلا یه کار کنیم که برف و بارون بباره که لازم نباشه هر دفعه بیایم رو تنظیم بکنیم اینجا یه ای بلو مثلا درست میکنیم که مثلا فقط اینجا درگش میکنیم داخل صحنه که سری بلو پرینت هست که من صد درصد براتون توی ورکشاپ قرار میدم که فقط شما میزید داخل صحنه مثلا یه دفعه مثلا یه نورپردازی خفن بهتون میده یا برف و بارون میباره یا مثلا یه دفعه گردباد میاد همچین حرکت هایی میشه زد داخل کار اینو هم پاکش میکنم اینو میزن حالت آن لیت میام اینجا میام اینجا همینجا میذارم باشه میزنم رو حالت لیت که حالا سحنمون سیاهه بریم بچه این قسمت اینجا این قسمتی که در واقع این بالا داریم یه سری بیسیکه که اصلا معمولا چیزای بیسیک استفاده میشه مثلا اون کاراکتر رو بشه درد ما میخوره این مثلا موقعی که این پلیو وقتی که میزنیم پروژه از اینجا شروع میشه میاد که حالا باید یه جای تنظیمش بکنیم که الان نیازش نداریم قسمت بعدی قسمت نوره که مهمترین جا برای ماست من یه دونه این دایرکشنال لایت خورشید ماست که مثلا سان ننوشته اینو بعد میزنیم داخل کار ناکنید صحنه ما روشنه اوکی این بچه ها خیلی مهمه و تو بیشتر کار ما از این سان استفاده میکنیم و بیسی تنظیمات داره که اینم داخل جلسه بعد کامل توضیح میدم که در واقع این نورا کلا تنظیماتشون چی هستش میایم این وبزه من بیارم اینو اینجا اینو هم پاکش میکنم یه سری نور ما اینجا داریم بچه ها نورایی که نورای مصنوعیه و صحنه ما رو روشن میکنه و به این صورت و چیز خیلی خاصی نداره که مثلا یعنی حرکت خاصی نیست فقط همینجوری برمی‌داریم با داخل صحنه که اینجا یه سری تنظیمات داره مثلا نور رو میتونی کم و زیاد بکنیم تو صحنه داشته باشیم و همچین کاری میشه کرد و یه سری نورایی هم داریم که این پوینت لایت بچه‌ها که نور نقطه‌ایه یعنی نقطه‌ای برام روشن میکنه حالا من اینو نزدیک دیوار بکنم مکان این نقطه‌ای بودنش ببینید یه تیکه مثلا نقطه ای شده بیشتر مشخصه کارا میتونیم این رو کم بکنیم با کنیم یه, یه قسمت داریم اسپات لایت که معمولا نورای هالوژن یا نورای آی ای اس که حالا میشه بهش هم حالا یه پاکش کنم مثلا میشه بهش یه نور آی ای اس مثلا واسه مکس داد بهش که حالا یه حالت خاصی داشته باشه, باشه برای خودش که به این صورته و یه سری نور هم داریم که به صورت صفحه‌ایه که ما خیلی استفاده میکنیم داخل کارمون و مثلا پشت پنجره ها اضافه میکنیم برای اینکه نور بیشتر و سایه های خیلی باحال داشته باشیم که کامل بهتون میگم من مثلا سخت و جاهای دیگه هم استفاده میشه که بهتون خواهم گفت که در واقع چجوری این سایه ها مثلا ما اینجا سایه های ما اگه من اینجا دونه از این بذارم مثلا میذارم اینجا خب این نورم میارم پایین بریم بچه الان ما اینو من این برش کنم به این نورها هر کدوم یه خاصیتی داره و اینجا میتونیم خاموشن کنیم این نور روی یعنی الان یه سایه برای ما داره دیگه من مثلا سایهش شو... در واقع نورش یه کم کم می‌کنه ما این سایه رو می‌بینید چجوریه؟ الان می‌خوایم این سایه کم تیزتر بشه خب میتونیم بیایم اینجا این که مثلا صفرش میکنیم میتونیم بیایم اینجا ابعادش رو ناکنین من کم کردم ناکن اینجا رو می‌بینین ایناش ابعادش من کم می‌کنم ببینید همزمان اینا یه سایه تیزی به ما میده هر چه ابعاد بزرگتر باشه سایه های ما مفتر میشه معمولا بچه از سایه های خیلی تیز استفاده نمیکنیم. مگر اینکه مثلا منبع ما مثلا خیلی دید. خیلی دیگه نزدیک باشه ولی خب معمولا من خودم کلا سایه های خیلی تیز استفاده نمی کنم که همچین سایه الان خیلی خوبه و خیلی خوب داخل کار میشینه و کارو خیلی قوی تر نشون میده نکه الان من اینو زیادش بکنم باشی کمش بکنم این نه ببخشید این میبینید خیلی دیگه تیز شد که اصلا زیاد استفاده نمیشه همچین سایه های اصلا ما توی واقعیت هم به اون صورت نداریم و نکته دیگه هم که داریم یعنی در واقع نور دیگه داریم سه تا نور این پایین هست نورهای طبیعی هم. خب مثلا اسکایلای الان میام داخل صحنه اتفاق اتفاقی نمیفته مگر اینکه نمیدونم روی موویبل هر چی میری بچا بذاری روی موویبل و مگر اینکه مثلا شما بیاید اینجا مثلا یه دونه بهش یه اشتیارایی بدید که صحنه روشن بکنه و یه نور پردازی بچه خیلی خفنی داره این اسکایلایت که حالا از اسکایلایت مستقیم استفاده نمی کنیم معمولا به صورت کمکی می استفاده می کنیم در کنارش اگر مثلا به عنوان مثال ما نور خورشید اووردیم یه همچین نوری به ما داد حالا در کنارش میتونیم اسکایلایت هم بیاریم که ما نور بده و از اینجا میتونیم چیکار بکنیم یه اشتیار هم کنارش داشته باشیم ما نور اسکایلایت و یه اشتیار آی و نور خورشید نکنیم الان ما هیچ منظره هم نداریم و مشخص نیستش تو اسکایلایت بچه تو بعضی جا خیلی استفاده میشه ولی خب روش خیلی بهتری هم هست نس... به نسبه اسکایلایت که اونم اشتیار آیه نکنیم خیلی باحال اشتیارای حالا اینو میتونیم تنظیم بکنیم ببینید معمولا میبرن زیر دیگه زیر میذاریم الان که این حالت کشش داره اینجا این کشش هم میتونیم بیایم اینجا توی این قسمت فکر کنم اینجا بود اینجاست سینا این تیکو میزنیم ببینید الان دیگه اوکی شد ببینید نور خیلی خوبی داره و حالا اینجا اگه شما مثلا تکون بدید اینو نا کنید حالا یه نور حالا یکم زردتر داخل کار میاد من این خورشیدم پاکش کنم ببینید یا یه سری مثلا حالات نور زرد ببینید صحنه یکم زردتر میشه که جلسه بعد کامل بهتون توضیح میدن ما کنید ببینید که اشتیاره بچه خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه یه روی دیگه هم اینجا ما نور طبیعی داریم که من خودم اصلا استفاده نمی کنم از این می بیاید مثلا ماه خاصی مثلا ماه مثلا فکر می کنم آره مثلا هفتم ماه در واقع برج هفت و مثلا روزش هم مثلا 25 میتونید می تنظیم تنظیم بکنید بکنید ما تو... توی ماه های مختلف به این شکلی که من اصلا زیاد از این یعنی زیاد خوشم نمیاد از این چون جالب نیست به نظر من خودم زیاد استفاده نمی کنم چون این دوتا با هم زیاد اونقدر علاقه به استفادهش ندارم چون زیاد خروجی خوبی ازش نگرفتم اما اینجا بچه آقا بیستی توضیحاتم توی علامت سوال هست حالا میتونید بدن استفاده بکنید و یه سری هم در واقع شورتکات هستش که حالا بعدا اگه به درتون خورد میتونید ازش در واقع استفاده بکنید من فعلا بچا بذارید من فعلا حالا هیچ نوری داخل صحنه نباشه با این قسمت ها کاری نداریم با این که حالا برای ما مکعب و حالا چیزهای اولی درست میکنه حجم اولی درست میکنه این سینماتیک هم میمونه که بهتون میگم جلسه بعد و این قسمت این هم که فعلا استفاده نمیشه این قصه بچه ها ببینید الان ما من آن لیت میذارم میام بیرون میذارم روی لیت ببینید بچه ها الان ما میخوایم سحنمون رو روشن بکنیم خب یعنی اطراف رو روشن بکنیم نمی... نمیخوایم اشتیارایی بذاریم میخوایم مثلا ابر بذاریم داخل کارمون آسمون بیاد یه حالت مهی هم مثلا داشته باشه یه نه خورشید میذاریم اینجا که حالا داشته باشیم صحنه نا بچه خورشید برای ما چه کاری انجام میده خورشید میاد خورشید پشتش به ماست میفه کنم اینجا صدق کنه دقیقا خورشید در واقع میاد برای ما اون صفحهی که داریم رو روشن میکنه و اون پلنی که در واقع اینجا داریمو میاد برای ما نمایانش میکنه اینجوری اطراف اصلا باش کار نداره هر چیزی که بهش برخورد میکنه عین کجاست عین فضاست یعنی قشنگ توی جو ما خورشید داریم خورشید نمیتونه کل فضا رو روشن بکنه فقط چیزی که بهش برخورد میکنه روشن میکنه مثلا مثل مثلا مثل زمین خب بهش برخورد میکنه یا مثلا مثل ماه و روشنش میکنه اینجا دقیقا همینه اگر بخوایم اطراف روشن بشه الان این فضاست بینهایته اگه بخوایم فضا رو روشن بکنیم میایم این قسمت خب یه اسکای اتموسفیر میذاریم داخل صحنه خب نکنید الان برای ما اینجا یه چی میاره واسه بذارم دوباره بذارم یکم طول میکشه الان بهتر بود با. یه بار معمولا بچا بذاری پاک کنی بقیهش دیگه یعنی راحت تر میاد برای ما یه صفحه میاره به این صورت که حالا ما اینجا میتونیم بذارید من بیارم این و ببینید خورشید و یکم میرم عقب تر خورشیدو رو میتونیم داشته باشیم اینجا چرا چون ما اسکای اتموسفیر گذاشتیم اگه ما اینو نمیذاشتیم نکنید من اینجا اینو خاموشش میکنم ببینید الان خورشید اصلا منبعش معلوم نیست چون تاریک همه جا فقط نورشو داریم اینو رو روشن میکنیم خورشیدم میاد اینجا و خورشید رو انتخاب میکنید ما کنید حالت غروب میگیره ببینید چقدر خفن شد حالا این درجه شو من خاموش میکنم آروم آروم میاد ما کنید خیلی باحاله ببینید یه نور باحالی ما دادش حالا این صفحه ما هم من اینو میارم بالاتر حالا این زیر این صفحه ما باید روشن بشه دیگه حالا میتونیم بیایم یه دونه فوگ استفاده بکنیم که یه حالت مه داره که حالا مثلا زمینه ولی خب مه هم هست دیگه در واقع میتونیم به عنوان یه مه داخل کارمون استفاده بکنیم اینجا هستش که حالا اینم تنظیمات داره برای خودش ببینید یه مهی میتونیم داشته باشیم شبیه سازی کنیم مهر رو و رنگش و چیزهای دیگر رو و نکته دیگه هم که هستش ببینید بچه الان ما من اینو برمیگردم حالا اول ببینید بچه الان ما یه حالات خط داریم دیگه اینجا خب میخوایم ابر داشته باشیم داخل صحنهمون یه ابری داخل صحنمون باشه و داشته باشیم میایم اینجا از کلود استفاده میکنیم اینو وقتی که میایم داخل کار نکنید ابرا هم اضافه میشه و این ابرا حالت حرکت داره که حالا اینجا میتونیم تنظیم بکنیم ارتفاعش رو میتونیم تنظیم کنیم ببینیم میتونیم بیاد پایین بالا در عین لومیون لومیون هم همچین حرکتی رو داره که یه سری تنظیمات داره که حالا توی رندر خارجی بچه خیلی استفاده میشه این و اونجا میتونیم در واقع بیایم و ازش استفاده بکنیم و توی این قسمت بچه ها فقط این الان یعنی این چیزهایی که الان بهتون گفتم استفاده میشه من الان میتونم کامل همه اینا رو توضیح بدم مثلا این اسپی رفلکشن که الان به درد ما نمیخوره کلا ولی خب این مثلا به درد ما میخوره این باکسه یه جاهایی خب میتونیم ازش استفاده بکنیم اینا رو من بهتون نمیگم مثلا این پست پروسس جلسه قبل بهتون گفتم آره دیگه جلسه قبل بود بهتون کامل توضیح دادم که استفاده میشه مثلا میگه نمیام اینا رو بهتون بگم چون الان الان لازم نیست نمیخوام ذهنتون رو درگیر این بکنم که آقا الان بیایم همه اینا رو دونه دونه توضیح بدیم چون الان من اینا رو توضیح بدم یعنی مثلا همه چی قاطی میشه برای همین اون در واقع اون اون که براتون قبلا نوشتم طبق اون پیش دارم پیش میرم که تو ذهنتون یه دسته بندی باشه و بتونیم در واقع ازش استفاده بکنیم حالا توی کارتون بچه ها میتونیم همزمان از اشتیارهای استفاده بکنیم ولی من کلا پیشنهاد نمیکنم که بیاید کل نورا رو با هم قاطی چون من می یه دفعه میبینید یه سایه های عجیب غریب بعدی بهتون بده و زیاد کارتون رو طبیعی نکنه اینجا بچه ها کنید این قسمت هر چیزی که آخرین بار استفاده میکنید میاد اینجا و میتونید ازش استفاده بکنید و همین اگرم هم بچه ها بریم بچه ها این صفحات فقط اینا نیستن ها ما خیلی اینجا چیزای در واقع خیلی زیادی داریم ببینید خیلی چیزای زیادی اینجا داریم که حالا سرچ کنید میاد و حالا هر چیزی که لازم باشه نا کنید اینجا پر از در واقع اسط ها و چیزهای مختلفی که میتونیم در واقع ازش استفاده کنیم مربوط به صدا مربوط به هر چیزی که بخوایم نا خیلی زیادن ولی خب ما این اصلی هایی که حالا فعلا توضیح دادم و استفاده میکنیم و همین بچه ها یه نکته هم بهتون بگم من در واقع دیروز متوجه شدم که آنریل انجین 52 هم نسخه نهاییش اومده به این صورت یعنی 52 که من احتمالا اینو نصب بکنم جلسه بعد به احتمال زیاد با همین نسخه 52 الان 51 و 1 که برای من با نسخه 52 در واقع تدریس میکنم نورپردازی رو که سهنه رو قرار باید نورپردازی بکنیم که بهتون پیشنهاد میکنم که حتما حتما 52 رو نصب بکنید و حالا اگر این ویدیو مثلا یه نفر مثلا یه سال بعد داره این ویدیو نگاه میکنه احتمالا ورژن دیگه اومده باشه مثلا 55 5 مثلا 6 یا حالا مثلا نه اومده باشه به با عنوان مثال نکته بهتون بگم اگر دیدی مثلا اینجا نوشته باشه پنج دو پریویو خب اگه پریویو نوشته اصلا نصب نکنید مثلا پریویو 1 پریویو 2 پریویو 3 اصلا نصب نکنید چون اونا نسخه آزمایشیه که اونو میدن که باک هاش برطرف بشه هر موقع بچه اینجا دیدید که مثلا پنج دو خالی نوشته بود یعنی نسخه نهاییشه اینو همینو نصب بکنید مثلا پنج و یک نوشته بود دقیقا همین نصب بکنید اگر یه نوشته پریویو یکی هر چیز دیگه بود اونو نصب نکنید منتظر مونید تا نسخه نهاییش بیاد بر همینم هم من اینو نصب میکنم و جلسه بعد با اون پیش میریم که حالا جلسه خفن از در واقع جلسه بعد شروع میشه جلسه خفنمون و امیدوارم که لذت بخش باشه مرسی از همتون لایک هم سابسکرایب هم یادتون نره و تا جلسه بعد فعلا خدا نگهدار